افزایش شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در غرب افغانستان باشندگان ولایت بادغیس را نیز نگران کرده است. آنان میگویند بی توجهی به وضعیت اقشار خاص خصوصا افراد معتاد به مواد مخدر در شیوع احتمالی موج دوم ویروس کرونا سبب خواهد شد تا این افراد به ناقلین ویروس کرونا مبدل شوند. بیشتر محلی بوده باشه معتادین جاهایی است که اونجا میکروب و اشغال های تو چیزای زیاد است که باعث میشه اینها ویروس انتقال تن از یک جا به جامعه از یک جا به جای دیگر که جامعه را آغشته به این ویروس میکنند. پس لازم است که دولت عموما معتادین جمع آوری کنه و اونها رو به شفاخانه انتقال ده. اینها کنترل صحیح نمیشون و همیشه سر و کار دارن با مردم، با باشنده های این ولایت و همدیگرشان که با فامیلایشان رفت و آمد دارن، ارتباط دارن. واقعا جای بسیار سرد و خراب و گنده ای هم که واقعا خودی از این باعث شیوع مرض کرونا میشه. افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت بادغیس نیز میگویند به هیچ نوع امکانات صحی دسترسی ندارند و اگر آلوده ای ویروس کرونا شوند ممکن به ناقلین این ویروس در جامعه بدل شوند. از این موج دوم کرونا بسیار نگران هستیم که میگن که او در هوای سرد بروز میکنه و میگن یک مریضی ساری است که میتونه از یک انسان به انسان دیگه بروز بکنه و ما اگر خدای نخواسته هر کسی از ما مصاب به ویروس شویم و ما در نزد فامیل های خود بریم و باز در اونجا فامیل های ما گرفتار شوه. بله تقریبا 15-16 سال میشه خودم گرفتاری عمل هستم، مریض هستم برای کرونا. خود ما مرض کرونا از زمستان از خنک میخوریم گفتیم جمعواری شو بالاخره کاری بشه که ما ترک میکنیم این مرض کرونا یک کاری بشه که گم شد جان. مسئولان صحی در بادغیس نیز میگویند با اینکه تنها 20 بستر برای تداوی معتادین در اختیار دارند اما برای جلوگیری از ابتلای احتمالی این افراد به ناقلین ویروس کرونا در جامعه برنامه‌ای در نظر دارند تا شماری از آنها را جمع‌آوری کنند. در گذشته ها هم اونا را جمع‌آوری کردن و به خاطر تداوی به شفاخانه بردن و این پروسه ادامه داره. هر زمانی که آگاه شویم که در یکی از محلات یکی از متنای ما معتاد هستن، به خاطر کمک بیشتر به اونا از جمع میشن و تحت تداوی قرار میگیرن. تا کنون نزدیک به 800 نفر در ولایت بادغیس به ویروس کرونا مبتلا شدند که 14 تن آنان جان خود را از دست داده اند. معصومه حیدری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، هرات.